سلام و عرض ادب و احترام به رفیقای گل. تعویض لنت جلوی تیبا، ساینا، کویک، همه یکیه. 0-100 خیلی روون، شیک و مجلسی. بریم سر وقتش. زمانی که شما چرخو باز کردی فرمونو تمام میدی سمت راننده. خب بیا از این ور بگی. شما به یک آچار 14 نیاز داری تا بتونی باز کنی پیچ کالیپرو. دلیل این که لنتای تیبا ساینا کوی یه طرف خورده میشه، مشکل اصلی از بلوک ABS داخل جای موتوره، یعنی بالای سمت بوستر. شما کالیپراتو باید روانکاری کنی. خب باید روانکاری کنی کلن. به غیر از اون یه مشکل دیگه هم که داره داخل خود بلوک ABSه. ببینید این باید روان باشه، قشنگ باید عقب جلو بره تا لنتا یه طرفه خورده نشن. اینجا رو قشنگ بگیر. خار باید بالا باشه. موقعی که در میاری خار به سمت بالا اینجوری. اینو اشتباه نندازی، این زاید فلزی. مال اینی که خب شما وقتی لنت تموم میشه میرسه به این زایده، به این زاید فلزی میرسه، صدا میده. به خاطر همین زاید فلزی رو انداختن اینجا. خارم که اگه در اومد بتونی جا بزنی این حالتی، این حالتی جا میخوره. خب شما میخوای لنت نو بندازی، شما باید خب این حرکت رو بزنی، یعنی نمیتونی لنت نو رو جا بزنی. الان من لنتاشو در آوردم که شما فقط ببینید و آموزش ببینید. قشنگ یه پیشگوشی میندازی اینجا، خب پیستون رو میدی داخل، بعد پیچو باز میکنی. پیچو باز میکنی، این پیستون رو گفتم، خود پیستون ترمز میدی به داخل. اینا هم باید روون باشن اینجوری. گرفتی چی گفتم؟ دلیل اصلی که تو همه ماشین لنتا یه طرف خورده میشه همین کالیبر ترمز. اگه این صفر باشه، یکی از لنتای شما اینجا رو بگیر بیا عقب، یکی از لنتای شما این خارش اینجا مونده. مثلا این دوتا با همه، خب یکیش زودتر خورده میشه تا یکی دیگه وقتی این قفل باشه. گرفتی چی گفتم؟ حالا اینا که روونه، شما اگه روون نبود با روغن اینو میدی عقب، روغن میزنی روونش میکنی، بعد میبندی خارو اینجوری میزنی سر جاش. بهتون گفتم این زائد فلزی رو به بالا اینجوری جا میزنی. این الان سر جاشه، لنت تو چپه نذاری باز رفیق. آقا دمت گرم تو اینجای ویدیو با من همراه بودی. هر نظری داشتی پایین این ویدیو کامنت کن، من در خدمتم. خب لنت بعدی، از لایک کردن و سابسکرایب کردنم رو یادت نره رفیق گل. واقعا اگه یه چیزی فهمیدی سابسکرایب کن و لایک کن. این سر جاش، این میشه تعویض لنت کویک ساینا تیبا به همین راحتی. حالا اینو زمانی که بخواد جا بزنی اینو میدی عقب، میزنی پایین، پیچو میبندی. اینا رو هم بهت گفتم روانکاری کن دیگه، یا روانکاری یعنی روغن بزنی. الان این خیلی خوب بود، من دست نزدم بهش دیگه، یعنی چربش نکردم. سعی کن روغن بزنی، گریز خاک میکشه. زیر دستت، زیر دستت احساس کن سفتی رو، زیاد سفت نکنی، اینا اندازه ای داره. حالا فهمون راست کن. زمانی که شما هم این طرف هم اون سمت شاگرد رو کلن لنت عوض میکنی، خب پیستون عقبه، چند پا بزن ترمز رو پر کنی، این پیستون میچسبه به لنت. حتما این کار رو انجام بدی، اینجا رو بگیر، حتما این کار رو انجام بدی، چون اگه ترمز رو پر نکنی میری بیرون یادت میره. پا رو ترمز میذاری میری ترمز نداری، پس ترمز رو حتما پر کنی. حالا بیرون واسه بستن چرخش. ساینا تیبا کویک خوب قالپاقا با پیچ بسته میشه، خیلی خوب کاری کردن دیگه، بندک لازم نیست بندازی شما.
پات اینجوری میذاری؟ که اذیت نشی دیگه. آقا یه نکته حتما بدونید، ببینید تیبا، ساینا، کوی، خب لنتا بیشتر یه طرفه خوردی میشه. خب بهترین لنت دنیا رو بندازی، بهترین دیسک دنیا رو بندازی، کالیپران رو روانکاری کنی، بازم یه طرفه خوردی میشه. ایراد از کارخونه است، یعنی از بلوک ای بی اس. بلوک ای بی اس باید بازش تعمیر بشه. آقا نظری داشتی پایین همین ویدیو کامنت کن، من در خدمتم. مخلص همه سیتلا.